نارفیق، نگاهی به ارتش بود حسین فردوست، 52 سال دوستی با محمد رضا شاه از کودکی تا انقلاب. نارفیق، سقوط پادشاهی در ایران به کوشش نزدیکترین دوست پادشاه. نارفیق، کاری از پرویز کاردان. بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی. بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه نگاه هستید. هفته گذشته به خاطر گرفتگی صدا و بیماری مختصری که داشتم نتونستم در خدمتتون باشم. هنوز هم صدای من آنچنان که باید و شاید رسانیست، گرچه صدای مردم ایران این روزها در بسیاری از شهرهای میهنمون رساست و فریاد برای آزادی در گوش و کنار میهن عزیز ما هست. بسیار خوشحالم که بازم در خدمتتون هستم. اجازه بدید برنامه رو با چند تصویر آغاز کنم. نخست، جستجوگر گوگل به مناسبت 1038مین تولد ابن سینا دانشمند به نام ایرانی، همینطور که ملاحظه میکنید تصویر ویژه‌ای رو گذاشته و جای خوشبختی است که آمریکایی‌ها از بزرگان ما یاد میکنن و ما نمیدونم و به هر حال خیلی از ما غفلت میکنیم برای اینکه از بزرگانمون یاد بکنیم. تصویر بسیار زیبایی است با درود به گوگل. و اما با چند کاریکاتور برنامه رو آغاز میکنم. دلار، همینطور که ملاحظه میکنید دلار آمریکا چه بلایی به سر پول ایران آورده، پول جمهوری اسلامی آورده و تصویر آقای خمینی رو جدا کرده و میبینید مثل این که خیال میکنم که وقتی که بیشتر بهش نگاه بکنید بله و بیشتر میشه فهمید که این دلار آمریکا چه بلایی داره سر جمهوری اسلامی میاره. و کاریکاتور بعدی که به نظر من بسیار زیباست، خامنه‌ای مردم رو با قوای انتظامی کنار کشیده، همونطور که میبینید که آخوندها و عمال آقای خامنه‌ای بتونن ثروت رو از مملکت خارج بکنن. و اما تصویر بعدی، حتما میدونید که در گوشه و کنار خیابان ها صندوق هایی است برای اجناس مختلف، برای زباله های مختلف، پلاستیک و کاغذ و غیره و غیره، و پول ایران هم، پول جمهوری اسلامی هم، یک صندوقی درست کردن که جزو زباله ها باشه. و در این کاریکاتور میبینید که با پول ایران داره آخوند پرواز میکنه، اما ملتی رو هم کت بسته داره به دنبال خودش میکشه. حالا اجازه بدید به سه کاریکاتور از نشریات عربی نگاه بکنیم. اقتصاد سنگین ایران رو آخوند نمیتونه بلند بکنه. حالتر سنگینی است اقتصاد ایران که آخوند زیرش مونده. نمیدونم کدام کاریکاتوریست عربی این کاریکاتور رو کشیده، ولی به هر حال حقیقتی است. حالا نگاه بکنید به این کاریکاتور از نشریات عربی که پول ایران چگونه داره آب میشه. بله، داره آب میشه. و بالاخره آخرین کاریکاتور، آخوند روی نفت لرزان ایران، معلوم نیست کی زمین میخوره. با
با تشکر از محبت‌های شما و پوزش از صدای گرفته من، شما را به برنامه نگاه دعوت می‌کنم. تظاهرات در اکثر شهرهای ایران ادامه داره. حکومت جمهوری اسلامی سعی می‌کنه به نوعی مردم را آرام بکنه. آقای روحانی مثل همیشه حرف‌های بظاهر زیبا می‌زنه و بوش میاد که می‌خوان با آمریکا هم مذاکره کنن. بالاخره مجبور میشن. به هر حال متاسفانه در تظاهرات کرج، گوهردشت کرج، یک جوان با گلوله بسیجی‌ها جانش را از دست داد. اسمش بود رضا عطاری. دوستانش نوشتن آرام بخواب جوان، پدر تو در انقلاب 1357 شرکت کرد که تو در دوران بعد از انقلاب به دنیا آمدی، تحصیل کنی ولی به جای کار، ازدواج و رسیدن به خوشبختی اکنون با آرزوهایت در خاک آرمیده ای. و نگاه بکنید به ویدیوی کوتاهی که دوستانش برش ساختن. پشت پس مردمکات تلایه های سهاره، چشماتو روی هم ندار که دنیا رو خواب میبره. ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتن، کهکشونی از ستاره توی این سفر با هاتن. ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتن، کهکشونی از ستاره توی این سفر با هاتن. بله، جوانی برای عشق به میهنش جانش را دست میده و بسیاری هستند کسانی که به خاطر آزادی، به خاطر مهر به ایران این روزها در زندان هستند. آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری یک زندانی سیاسی است. چرا زندانی سیاسی است؟ برای اینکه عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بوده. عضو کانون حقوق بشر جرمه. اصولا از حقوق بشر صحبت کردن در جمهوری اسلامی جرمه و باید آدمی به زندان بره. او وکیل افرادی بوده که برای آزادی کوشش میکردن و در تظاهرات سال 88، سال سبز، سالی که مردم قیام کردند برای آزادی، ایشان هم چون جزی از مردم بوده و وکالت بسیاری از آزادی خواهان رو داشته به زندان محکوم شده. سالهای زیادی است، نزدیک 7 سال در زندانه و گویا 10 سال دیگه هم باید در زندان بگذره. ایشون رو تبعید میخوان بکنن به شهر برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت. و اما در مدتی که در زندان بوده، دختر جوانش جانش رو از دست میده. به قول خانمش در تشییع جنازه این دختر جوان، گفت قلب دخترم طاقت دوری پدر رو نداشت و این پدر آمد مرخصی بهش دادن از زندان. چه لطفی کردن برای اینکه در مراسم به خاک سپاری فرزندش شرکت بکنه. و جالبه، مردم زیادی آمده بودن در این مراسم و فکر میکنی چه سرودی رو خوندن؟ سرود ای ایران. ای
دیشب در راه تو و حالا نگاه بکنید به این کاریکاتور، کاری از مانان استانی که تقدیم کرده به خانم و آقای سلطانی. به نظر من بسیار زیباست. این روزها پیام های بسیاری از گوش و کنار میهن عزیزمان میرسه، به ویژه از طرف جوانان. خوشبختانه این روزها به قول معروف تلفن ها اسلحه جوانانه. با هم دیگه نگاه بکنیم به پیام یک دختر جوان، یک دختری که به زیبایی در مدت یک دقیقه یک پیام اثرگذار رو برای ما میفرسته. در این زندان بی آب، در این زندان بی برق، کیست پاسخ خوی ملت ایران؟ آن حرام لغمه مرفه بیدر، تمام کاسبان و کارگران بیکارند، از بی پولی و گرانی پدران می نالند. آقازادگان در پاریس و لندن به اختلاس پول پدرانشان می بالند. تورم و گرانی و خشکسالی، قطع برق شهرها و بی آبی، خودکشی نوجوان روستایی، استخوان ساده است وعده غذایی. به جای رسیدگی به وضع اقتصادی، کردند نوجوان رخصنده رو زندانی. چنین شد وعده و ایدهای دروغین روحانی. مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی. در تظاهرات بیشماری که این روزها در شهرهای میهن عزیز ما انجام میشه، شاید مهمترین شعاری که داده میشه مرگ بر دیکتاتوره. مرگ بر دیکتاتور معانی بسیار داره. شاید اولش مربوط میشه به آقای خامنه‌ای که این روزها سکوت کرده، برای اینکه بالاخره باید با دولت آمریکا مذاکره بکنه و در یک سکوتی به سر میبره و شاید هم به درستی نمیدونه که برای نجات مملکت باید چه بکنه. شاید بهترین کار اینه که خودشون کنار بکشن. به هر حال معنی دیکتاتور بسیار جالبه. نگاه بکنید به تظاهرات مردم و مرگ بر دیکتاتور. تظاهرات 13 مرداد شنبه، تظاهرات 13 مرداد شنبه. و شعار مرگ بر دیکتاتور روی بسیاری از دیوارها در میهن عزیز ما و کف خیابانها دیده میشه. سلام، امروز 13 مرداد شهر قدس و شعارهایی که میبینید بر علیه دیکتاتور توی کوچه و خیابونای این شهر نوشتن. از قتل فجیع دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی ایران گذشت. در زمانی که ایران در آتش بود و مردم در خیابانها، سینماها، بانکها و ساختمانهای دولتی رو به آتش می کشیدن و به اونها حمله می کردن، حتی سینمایی رو با تماشاچیهاش به آتش کشیدند، بسیاری از
کسانی که اون روزها خیال میکردن که ایران داره به طرف یک دموکراسی میره، چپ و راست، جبهه ملی، کمونیست و مجاهد و غیره و غیره، همه به دنبال روح الله خمینی بودن که شاید این آخوندی که بعد از سالها به مملکت برگشته بتونه کاری برای مملکت بکنه. مملکتی آن روز که الان تمام مردم ایران حسرت اون موقع رو میکشن. در اون دوران اسفناک هیچ کس حاضر نبود که مسئولیت اداره مملکت رو به عهده بگیره، کسی حاضر نبود نخست وزیر بشه، اما دکتر شاپور بختیار که شاید او رو کسانی به درستی نمیشناختن، این مسئولیت خطیر رو به عهده گرفت. او آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی بود و در مدت 30 چند روزی که سر کار بود بسیار بسیار کارهای ارزشمندی برای آزادی و دموکراسی انجام داد و او بود که به ما گفتش که این نعلین بیشتر از چکمه، به ضرر مردمه و چکمه ها را اگر رها کردین، این نعلین ها پای این آخوند ها بیشتر بلا به سر شما میارن. و بالاخره وقتی که از ایران رفت، در پاریس در تمام مدت عمرش به مبارزه پرداخت و برای آزادی و دموکراسی برای مملکت کوشش کرد و بالاخره عاملان جمهوری اسلامی با کمال تأسف در 15 مرداد 1370، 6 اوت 1999 در منزل خودش به طرز فجیحی اون رو به قتل رسوندند. جالبه، قاتلش شناخته شد و جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما این کار رو نکردیم. قاتل رو به زندان انداختن و قرار بود تا تمام عمرش در زندان باشه، اما بعد از مدتی، بعد از چند سال، او رو به دولت ایران تحویل دادن و جمهوری اسلامی که میگفتش که این کار ما نبوده، آنچنان استقبالی از این قاتل کردن که نشان داد که چگونه آرزو داشتن دکتر بختیار رو از بین ببرن. اجازه بدید با هم نگاه کوتاهی داشته باشیم به مصاحبه‌ای که دکتر شاپور بختیار با تلویزیون هلند داشته. کوتاهه. Ook het Iraanse volk kwam in opstand tegen de Sjah, maar deze wilde een revolutie vermijden en vroeg Bachtiar een kabinet te vormen. Ruim een maand mocht Bachtiar regeren. Hij ontbond onder andere de gevreesde geheime politie en bevrijde politieke gevangenen. Toen kwam Khomeini terug uit Frankrijk en greep de macht. Bachtiar wees het regime van Khomeini van de hand en vertrok naar Parijs. Vanuit deze stad voert hij nu al sinds 79 oppositie tegen Khomeini. Secondo Cherson, se d'établir un gouvernement qui sera à la fois démocratique, progressiste, avec une indépendance nationale qui nous permet de ne pas être soumise aux influences des pays de l'Est et de l'Ouest. یاد دکتر شاپور بختیار گرامی باد. درست یک سال بعد از این جنایت فجیع، عمال حکومت جمهوری اسلامی دست به جنایت دیگری زدند در شهر بن آلمان. عمال جمهوری اسلامی فریدون فرخزاد، شومن استثنایی، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز، بازیگر و فعال سیاسی را به طرز وحشتناکی به قتل رساندند. تنها گناه فریدون فرخزاد که باید به قتل می رسید این بود که میهنش رو بسیار دوست داشت و آرزوی آزادی و دموکراسی برای میهنش داشت و آرزو داشت که یک بار دیگه خاک وطنش رو ببوسه. متاسفانه در 16 مرداد 1371 وقتی که به خانه او رفتند، با جنازه قطع قطع شده او مواجه شدند. او بود که می گفت جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند، باید مرد تا قهرمان شد. فریدون فرخزاد
به صدای گرمش گوش کنیم. از آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم نهاساز تا از غم نبیرم، این آواز غم هاست بر روی لبه من، یا آوازی تنهاست همگام شب من، به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. بوم با با بوم با با دی با با بوم با با دی با با بوم با با دی با با بوم با بوم با با بوم با با بوم با با دی با با بوم با با بوم با با از آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم، این آواز غم هاست بر روی لبه من، یا آوازی تنهاست همگام شب من، به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. بوم با با بوم با با دی با با بوم با با دی با با بوم با با دی با با بوم با بوم با با بوم با با دی با با بوم با با دی با با بوم با بوم با بوم با از آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم، این آواز غم هاست بر روی لبه من، یا آوازی تنهاست همگام شب من، به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، گرهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. نارفیق، نگاهی به ارتش‌بود حسین فردوست. 52 سال دوستی با محمد رضا شاه از کودکی تا انقلاب. نارفیق، سقوط پادشاهی در ایران به کوشش نزدیکترین دوست پادشاه. نارفیق، کاری از پرویز کاردان. در بسیاری از خانه ها اجناس نفیس و با ارزشی وجود دارند که کمتر کسی بهای واقعی آنها را می داند. تنها افراد کار آزموده PRC می توانند به ارزش آنها پی ببرند. PRC خریدار است. ما فرش های نفیس، طلا، نقره، سکه های قدیمی، جواهرات و آنتیک های شما را خریداریم. با تلفن 510-266-2685 تماس بگیرید. شاید شما هم ثروتمند باشید. PRC. زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است. بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818-909-0777 و 310-360-304. به جامعه‌ای میگن آزاد و دموکرات که در اون روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، برنامه‌سازان، کاریکاتوریست‌ها، کسانی که شوخی می‌کنن، کسانی که طنز می‌گن آزاد باشن و آزادانه بتونن حرفشون رو بزنن، شوخی کنن حتی با رئیس جمهورشون. میخوام یک ویدیو براتون پخش بکنم که یک شوخی است با آقای ترامپ
همین که این روزها داره پیام برای ایران میفرسته که میگه بیاید با هم دیگه مذاکره کنیم، نمیدونم به کجا میکشه. به هر حال در این ویدیوی کوتاه به خاطر مسائلی که مربوط به آقای ترامپ هست در مورد انتخابات سال 2016 که میگن روس‌ها و ترامپ یک زد و بندی با آقای رئیس جمهور فعلی داشتن، این ویدیو رو ساختن. دو تا از کمدین‌های معروف آمریکایی در اون نقش بازی میکنن، یکی در نقش آقای ترامپ و یکی در نقش FBI و مامورینی که آمده او رو توقیف بکنه. البته کسی که نقش ترامپ رو بازی میکنه ریش هم داره، اما حاضر نیست یک کمدین ریشش رو بزنه برای یه نقشی که بازی میکنه. اما موهای ترامپ جالبه، موهای بور آشفتش بله نشانه اونه. نگاه بکنید، جالبه. Donald J. Trump. What? Open up, Mr. President. It's me, Special Counsel Robert Mueller. What do you want, man? I just want to talk. No collusion. I never said anything about collusion. You're the puppet. I just want to ask you some questions about Russia's influence on the 2016 election. Well, you know what I'm going to say. I'm going to say it wasn't me. All right. Special counsel got you sweating like crazy, tweeting that it's a witch hunt. Open up, got some questions about Russia, evidence you should confront. I'm just trying to learn the truth and figure out how much you knew. All this time, my investigation never took its eyes off you. It's some Russian code's gonna bite me in a bummer. I never should have fired James Comey last summer. Pundits call me dumb one and they be look dumber. I blame Hillary, boy, I really outdone her. To be a true dealer, know the art of the deal. If Mueller's pressing charges, then I'm going to appeal. Delete my work email before they reveal. I paid her Stormy Daniels, so she spot me till I squeal. Manafort committed tax fraud. It wasn't me. Had shady business dealings abroad. It wasn't me. So many staffers who could be involved. It wasn't me. How'd you think you wouldn't be caught? It wasn't me. I wanna know who conspired. It wasn't me. With Russian bots who are hired. It wasn't me. Treason may have transpired. It wasn't me. I think your pants are on fire. Special counsel got you sweating like crazy, tweeting that it's a witch hunt. Have a speak, got some questions about Russia, evidence you should confront. I'll subpoena you to testify in front of a grand jury. Just know five of your associates have already pled guilty. You're getting real close. You see them talking Russia on the cable news shows. And nothing to hide, I'm going to propose. You talk to my lawyer cause I can't be deposed. You know there's gonna be a lot of tough interviews. Don't care about Dan Jr., he's a son I can lose. Stick to the plan, I talk the fake news. I really should have told you Sessions not to recuse. Hey, shall we talk about the P-tape? It wasn't me. We got a copy on replay. It wasn't me. And our mouths were just a gate. It wasn't P. I mean, my God, it's the P-tape. It wasn't P. I just came in and I caught him red-handed, tangled in a web of lies. Say goodbye to your friends in Russia. Hello to the FBI. They may say I take too long and my probe is a giant fail. But stay tuned, my investigation's putting Donald Trump in jail. Tell you it wasn't me. Yeah, you keep saying that. See how it works out for you. What about my family? Don't you worry, they're coming. Ivanka, Don Jr., Tiffany. Tiffany? Who the hell is Tiffany? و ما برای بچه های جوان ایرانی هم یک ویدیوی طنز ساختن در مورد زمامداران مملکتشون. خواستن اینها هم یک شوخی بکنن، اما جرأت نمی کنن اسمشون رو بگن، چون اگر بفهمن کی این کار رو کرده جای اون شخص در زندانه. نگاه بکنید، زیباست. من امروز اعلام می کنم که ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ایران خارج خواهد شد و مردم ما شاهد خواهند بود که ما رشد اقتصادی ما ادامه خواهد یافت، آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد یافت و ما مشکل حادی پیش رو به هیچ عنوان نخواهیم داشت. خوشحال هستم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است. چرا انقدر پر روی؟ بابا پیشالا تشید بیای خونه همون بابا ببینیم انقدر رو داره. پر رو وقی طلبکار. موسیقی
من انسان مذهبی نیستم، اما سعی میکنم بسیاری از مذاهب را تا آنجا که میتونم بیشتر بشناسم. در گذشته همیشه میگفتیم باید به همه مذاهب، به همه اعتقادات احترام گذاشت، اما بعد از آمدن جمهوری اسلامی و به ویژه بعد از آمدن و شناختن داعش دیگه من یکی به بسیاری از مذاهب احترام نمیگذارم و به بسیاری از عقیده هام احترامی ندارم. اما بعضی ها سعی میکنن در مذاهب مختلف انسان زمانه خودشون باشن. نمیدونم این جمله انسان زمانه خودت باش مال کیه، ولی جمله قشنگی است. به نظر من کسانی هم که به مذهب علاقه مندن باید سعی کنن انسان زمانه خودشون باشن، با زمانه چند هزار سال پیش و عقاید چند هزار سال پیش. ضمن احترام به اون عقاید نمیشه زندگی کرد. میخوام دو آدم مذهبی رو بهتون معرفی بکنم و هیچ تعصبی هم به ویژه روی پاپ ندارم، اما اول اجازه بدید بریم با آقای علم الهدا که او رو به خوبی میشناسید، امام جمعه مشهد، که ایشان صحبتهای جالبی میکنه. اما همین صحبتهای اخیرش که در مورد تظاهرات مردمه، به نظر من حرفای قشنگی میزنه از نظر خودش، از نظر من که چه عرض کنم. با هم نگاه کنیم. این نظام به قیمت خون بچه های شماست. این انقلاب روی بنیان خون بچه های شما بنا شده. به خاطر پایین افتادن شکم شما نباید بیان مقابل این نظام باشید و نه اونجوری که اونا فکر کردن با یه فراخوان شما رو به صحنه بیارن مقابل نظام قرار بدن و آب در آسیای امریکا بریزن، یا یه عده فرصت طلب قدرتیاب فکر کنن یه موجی در کشور بلند شده بیان برای این موج سوار بشن برای که دوباره به قدرت برگردن، در حالی که یه مقدار از این نابسامانی ها ریشه در مدیریت نابکارانه خود اونها دارد. مثل اینکه جنگ داخلیه، برای اینکه آقای علم الهدا داره به بعضی ها متلکم میگه. بگذاریم. پاپ فرانسیس اخیراً اعلام کرد که کلیسای کاتولیک میخواد اعلام بکنه که مجازات اعدام رو به کلی از دنیا بردارن. پاپ کاتولیک میخواد اعلام بکنه که کسی رو دیگه در دنیا اعدام نکنید. در بسیاری از کشورهای مترقی اعدام رو برداشتن، اما در اکثر کشورها هنوز مجازات اعدام هست. من خودم جزو کسانی هستم که با اعدام مخالفم. به نظر من کار پسندیده‌ای نیست و با اعدام کردن، یعنی این جمهوری اسلامی که این همه قاچاقچی‌ها رو اعدام کرده باز تو مملکت قاچاق نیست. بگذاریم. آقای پاپ فرانسیس در سال 2015 در کنگره آمریکا در این باره صحبت‌هایی داشتن. به خاطر اهمیت کارش خواهش می‌کنم به صحبت‌هاش گوش بکنید. The golden rule also reminds us of our responsibility to protect and defend human life at every stage of its development. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate at different levels the global abolition of the death penalty. I am convinced that this way is the best.
Since every life is sacred, every human person is endowed with inalienable dignity, and society can only benefit from the rehabilitation of those convicted of crime. Recently, my brother bishops here in the United States renewed the call for the abolition of the death penalty. Not only do I support them, but I also offer encouragement to all those who are convinced that a just and necessary punishment must never exclude the dimension of hope and the goal of rehabilitation. آیا انسان‌های مذهبی هم نباید انسان‌های زمانه خودشون باشن؟ ظاهراً پاپ میخواد انسان زمانه خودش باشه. نمیدونم چه زمانی آخوندها انسان زمانه خودشون میشن، برای اینکه اگر انسان زمانه خودشون باشن باید اول اون عمامه رو از سرشون بردارن، ریشاشون رو بتراشن و برن به دنبال علم. بگذاریم. اما در بین آخوندهایی که در ایران وجود داره، به خاطر تظاهرات اخیر دیدم بعضی از این آخوندها، البته آخوندهای درجه دو سه، یک کمکی دارن خودشون رو تکان میدن. در تظاهراتی که در مشهد بود چند تا از آخوندهام در تظاهرات شرکت کردن و از مردم طرفداری کردن، حتما دیدین. اما یک آخوند دیگری هم پیدا شده که حرفایی رو میزنه که شاید مردم رو به طرف خودش جلب بکنه. نگاه کنید. معروف بی درد سر طبق روایت امر به معروف بی درد سر الان باب شده. وقتی میگیم امر به معروف، همه ذهناشون میره این که برن به دختر گیر بدن، برن به بلحجاب گیر بدن. هیچ کی به این فکر نمیفته برن به اون فرماندار دزد گیر بدن. حزب اللهی ها فکرشون نمیفته برن به اون قاضی کثیف گیر بدن و امر به معروفش کنن. حزب اللهی فکرش نمیفته بره به اون امام جمعه پارادو سوار ماشین 100 میلیونی سوار گیر بده، امر به معروفش کنه. امر به معروف بی دردسر یعنی سیلی تو گوش یک شهروند بزنی، اونم قدرت دفاع و مقابله نداشته باشه. اما اگر وجود دارید، برید مسئولینتون رو امر به معروف کنید که گند زدن به دنیای مردم، هم دین مردم رو خراب کردن، هم دنیای مردم رو به اسم اسلام و به نام اسلام. حالا ما یه حرفا رو میزنیم شدیم ضد انقلاب، ما یه حرفا رو میزنیم شدیم تشویش اذهان عمومی. یعنی یه حق ماست به ما بگن که آقا تشویش اذهان عمومی کنید. من تشویش اذهان عمومی میکنم یا آقایانی که حکم میدن به نام اسلام میگن کسی که نمیدونم مخالف نظام باشه اون محارب است و حکمش اعدامه؟ من دارم تشویق به قتل میکنم یا اون ابلهانی که از دین هیچ سررشته‌ای ندارن اما دارن آبروی دین رو میبرن؟ حالا من باید جرمم باشد تشویش اذهان عمومی و انتقاد از مسئولینی بشه جرمم؟ تاوان بازداشت داشته باشم مثلا؟ بله، بعضی از آخوندها میخوان به نوعی تو دل مردم راه پیدا بکنن، اما تو دل مردم جا ندارن. تا زمانی که زنهایی مثل این زن شجاع هست، آخوند جایی نداره. نگاه کنید. به تشریف بیاره، به دست هم مملکتمون رو دوباره بسازیم و آباد کنیم. مردم نترسید، اگر ما با هم باشیم هیچ قدرت داخلی و خارجی حریف به ما ملت نیست. ما ایرانی هستیم، به باز فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و کدامویا. این غیرت ها بیاد وسط که دست برداری خستم و کریم.
اجازه بدید با هم بریم به شیراز، شهر زیبای خود من و تظاهرات مردم و مرگ بر خامنه ای. مسئولان مملکت در یک کارتون بسیار زیبا. دلین دلین. با سلام و ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار گرامی، خصوصا اصحاب شریف رسانه، لازم می‌دانم در جهت شفاف‌سازی اذهان مردم توضیحاتی را خدمت شما ارائه دهم. امید است که این توضیحات موجبات بازگشت اعتماد مردم به برخی از ما مسئولان را فراهم سازد. خب، در مورد حقوق و مزایای بنده سوال شده بود. اویوه اویوه، پناه بگی یوری. رضا آرزم که حقوق بنده 1,250,000 تومان است و لذا تا کنون ریالی پاداش مگرفتم. سفرهای خارجی هم فقط ضرورت. مردم باید خیلی شفاف بدونن که مسئولین کشور در قبال عمل کردشون چقدر حقوق و مزایا دریافت میکنن. بابا قانونش هم هست، چرا بهش عمل نمیشه؟ حالا اگه حال برای شفاف سازی بیشتر جان. اجازه بدید در این نگاهی داشته باشم به ویدیوهایی که دوستان و بینندگان عزیز این برنامه برای من فرستادن. تعدادش بسیار زیاده، اما خیال میکنم خیلی ها را شما قبلا دیده باشید، اما بعضی ها را که من انتخاب میکنم شاید باید یک بار دیگم نگاهی بهش کرد. نخست نگاه بکنید به یک آخوندی که در یک زمان خیلی کوتاه یک پیام خیلی قشنگ میفرسته. میگه تعداد آخوند در این مملکت کمه. در تهران برای هر 2,000 نفر یک آخوند هست. خیال میکنم برای هر نفر باید یک آخوند باشه که مواظبش باشه که یک دفعه خدایی نکرده چپ چپ به عمال حکومت نگاه نکنن. نگاه کنید. بارها محاسبه آماری کردن در تهران ما از هر 2,000 نفر یک روحانی دارن. حالا اون روحانی در چه درجه ای هست، همه روحانیون هم در حدی نیستن که ارضا کنن جامعه رو. ما به اندازه کافی مبلغ نداریم، به اندازه کافی امام جماعت نداریم، به اندازه کافی اهل مناظره نداریم، به اندازه کافی مفسر نداریم، متکلم نداریم. جوانهای ما همینجور که به طبیب نیاز دارن، به دانشگاه نیاز دارن، به حوزه و الله نیازشون بیشتره. نیاز بشر به دین بیش از نیاز به حواس. هوا نباشه آدم خفه میشه، مرگ جسمی پیدا میکنه، ولی دین نباشه آدم روحش خفه میشه، راه به بهش پیدا نمیکنه. ویدیویی که میخوام براتون پخش بکنم جوانان غیور شهرستان آستانه اشرفیه فرستادن. نگاه کنید. سلام مردم و غیور ایران، ازتون خواهش میکنم، ازتون تمنا میکنم هممون با هم یکی شیم، بیاین با هم دیگه ایرانمونو بسازیم. ایرانیه که اینا اومدن خرابش کردن، بیاین با هم دیگه کمک کنیم، بیاین با هم یکی شیم، همه با هم توی صحنه ها حضور داشته باشیم. به خدا میتونیم، همه با هم میتونیم ایران آزاد کنیم. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. بچه‌ها عزیزان، بچه‌ها خفه نکشین، همتون بیاین جلو، ما هم هستیم، ما هم بچه داریم، ولی زندگی نداریم، ولی زندگی واقعا تو صحنه حضور داشته باشیم، به کمک تک تکتون نیاز داریم. حتی اون بچه‌ای که هنوز
نمیدونی زندگی چی، به همون هم نیاز داریم. من واسه خودم هیچ آینده نمیخوام، فقط واسه اون بچه‌م و واسه اون خانم و واسه زندگیم و واسه آینده‌م میخوام که زندگی کنن، میخوام که آزادی رو ببینن. بریم به سراغ برای بچه‌های گوهردشت. البته شاید کلمات نه چندان خوب و زیبایی باشه، اما به هر حال تظاهرات مردمه و باید هممون بهش نگاه کنیم. نگاه بکنید به علاقه ویژه یک جوان به روحانی رئیس جمهور. گروهی از دوستان هنرمند بسیار عزیز من در ایران که بیشتر نقاش، طراح و مجسمه ساز هستند و خیلی هاشون هنوز من رو ندیدن، اما گاهی اوقات با ایمیل و پیام هایی که برای هم میفرستیم از یکدیگر یاد میکنیم و کارهاشون رو میبینم که این روزها واقعا بیداد میکنه. امیدوارم به زودی برنامه ویژه‌ای داشته باشم برای این هنرمندان که بیشتر باشون آشنا بشیم. تلفنی با یکیشون صحبت میکردم، میگفتش که شما همیشه از سانسور روی تئاتر و سینما و بسیاری از مسائل دیگه صحبت میکنید، اما از سانسور روی هنر به ویژه طراحی، مجسمه سازی و نقاشی صحبتی کمتر میکنید. ما امروزه در ایران حق نداریم چهره خانمهایی رو بکشیم که موهاشون زیبا باشه، حق نداریم اندامهاشون رو روی بوم نقاشی بیاریم. شاید شما ندانید که در کنکور هنرهای زیبا که همیشه مجسمه ونوس و مجسمه هرکور رو میگذاشتن که روش طراحی بشه، این روزها ما باید از بانوی با چادر طراحی بکنیم. این روزها نقاشان مملکت حق ندارن که احساسشون رو روی تابلوها بیارن و مثل بقیه مردم ایران زیر یوغ سانسور جمهوری اسلامی هستن. به همین مناسبت من نگاه ویژه‌مو میخوام اختصاص بدم به یک نقاش. این نقاش ایتالیایی است، اسمش آمادئو مودیلیانی است. او در 1884 به دنیا آمد و در 1920 با جهان ما خداحافظی کرد. تنها 38 سال عمر کرد، اما او شیوه تازه‌ای در بویژه پورتره و بدن زنان به وجود آورد و تابلوهاش امروز در بسیاری از موزه‌های جهان جزو آثار گرانبهاست. و گروهی از جوانان ایتالیا به خاطر سالگرد تولدش یک آهنگ ساختن، آهنگی به نام آزادی، و معتقدند که در دوره‌ای که مودیلیانی داشت زندگی میکرد و نوآوری میکرد، آزادی واقعی در ایتالیا نبود. فریاد آزادی رو به خاطر مودیلیانی در این آهنگ بسیار زیبا برای ما میگن که میگه غروب و روی شانه های مردی فرو میافتد که میرود و آن روی شب را با قلبش حمل میکند و آزادی را نمیبیند. با هم گوش بکنیم به این آهنگ. Oh, oh, oh.
یک هنرمندشون و برای تجلیل از آزادی و دموکراسی این ترانه زیبا رو ساخته بودن. به امید این که زمانی آهنگسازان، ترانه سرایان و هنرمندان ما برای آزادی هنر در میهن عزیزمان ترانه های متعددی بسازن. با تشکر از آقای خسروی که این برنامه رو ضبط و تدوین کرد با شما بدرود میگم و با پوزش از صدای گرفتم شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. با امید دیدار. نارفیق، نگاهی به ارتش‌بود حسین فردوست. 52 سال دوستی با محمد رضا شاه از کودکی تا انقلاب. نارفیق، سقوط پادشاهی در ایران به کوشش نزدیکترین دوست پادشاه. نارفیق، کاری از پرویز کاردان. در بسیاری از خانه ها اجناس نفیس و با ارزشی وجود دارند که کمتر کسی بهای واقعی آنها را می داند. تنها افراد کار آزموده PRC می توانند به ارزش آنها پی ببرند. PRC خریدار است. ما فرش های نفیس، طلا، نقره، سکه های قدیمی، جواهرات و آنتیک های شما را خریداریم. با تلفن 510-266-2685 تماس بگیرید. شاید شما هم ثروتمند باشید. PRC